intimate with you, Lord. اولین اتفاقی که یادم میاد این بود که نصف شب بیدار شدم و توی خونه خودم مورد آزار قرار گرفتم. از پدرم خیلی بیشتر از بلاهایی که سرم میومد میترسیدم. هیچی درونم باقی نمونده بود. من یه بچه بی‌حس بودم و برای سالها همونطور بودم و این بی‌حسی مدت‌ها بعد از اون اتفاق با من بود. سالهای سال. مردم خدا رو پدر میدونستن. میدونید به گذشته نگاه میکردن، به دو کشیشی که پدر بودم، حتی پدر خودم. من با خودم فکر میکردم و میگفتم نه، به هیچ عنوان این رابطه ای نیست که من بخوام داشته باشم. به عشق پاک خوش اومدین. من جاناتان دارتی هستم، میزبان برنامه امروز. متاسفانه در دهه گذشته با گزارشات متعدد درباره سوء استفاده جنسی از کودکان توسط کشیش‌های کلیسای کاتولیک اسقفی روبرو شدیم. یه داستان غم‌انگیز دیگه اینه که برای اکثر آدم‌ها هیچ چیز سخت‌تر از این نیست که به معصومیتشون خیانت بشه. ما به سادگی نمی‌خوایم واقعیت رو باور کنیم و چشمامونو بر روی کسانی که از این رفتار پست رنج می‌برن می‌بندیم. می‌گیم این حقیقت نداره، یا اگه داره یه جورایی تقصیر خود اون افراده. ما برای حمایت از اونا موضوع رو کوچیک و کم اهمیت جلوه میدیم و ترجیح میدیم بگیم اتفاقی نیفتاده. اما امروز صراحتاً این حقیقت رو بررسی خواهیم کرد. میخوایم از مردی که قلب و روحش در این جنایت زجر کشیده و آسیب دیده بشنویم. اسم ایشون تامه. میخواد بهش گوش بدیم. اون مایله که بدونید چه اتفاقی براش افتاده تا دیگه برای کودکان و نوجوانان پیش نیاد. تا مقصرین از مقام و قدرتشون خلع بشن و مجازات متناسب جرمشون رو دریافت کنن. و بیشتر از همه اون میخواد بدونید که چی بر سرش اومده، تا بازمانده هایی مثل اون بتونن امید و قدرت خدا رو پیدا کنن، تا مصیبت به این بزرگی رو به چیزی قدرتمند و نجات دهنده تغییر بدن. بیایید هممون از شجاعت تام و استواریش در ایمانش به خدا یاد بگیریم. اولین خاطره ای که از پدرم دارم این بود که متهمم کرد به دزدی شال کردن از کمد مادرم و تنبیه همین بود که به هم یه جعبه داد و به هم گفت وسایلم رو بریزم توش و منو از خونه انداخت بیرون. من 5 سالم بود و روی پله ها نشسته بودم و به شدت گریه می کردم، تا اینکه مادرم اومد و به هم اجازه داد بیام تو بدون هیچ محبتی یا دوستت دارمی یا یه همچین چیزایی. پیامش این بود که پدرت رو عصبانی نکن و این اتفاق پایه‌گذار اتفاقهای بعدی بود که برام رخ داد. اگر بخوام بهتر براتون توضیح بدم باید اینطور بگم که در حقیقت من هیچ خاطره مشخصی از دوران کودکیم ندارم و هر از گاهی یه تیکه کوچیک بر میگرده و هر چیزی که یادم میاد در مورد سوء استفاده است و اثبات آزار در زندگیم. اولین اتفاقی که یادم میاد این بود که نصف شب از خواب بیدار شدم و تو خونه خودم مورد آزار قرار گرفتم بدون اینکه کسی بخواد ازم محافظت کنه یا نجاتم بده. از اون موقع فهمیدم خونمون امن نیست و فهمیدم که پدر و مادرم ازم محافظت نمی کنن و دونستم یه جورایی کم ارزشم. کوچکترین اشتباهی تو هر سنی می تونست باعث بشه از خونه بندازنم بیرون. اگه تو 5 سالگی این کارو کردن مطمئنن تو 10، 12 یا 15 سالگی هم می کردن. ما 5 تا برادر بودیم و راستش من هیچ خاطره ای از این که اونا هم همینطور تهدید شدن یا اتفاقی براشون افتاد ندارم. کاملا این بخش از دوران کودکیم خالیه و بیرون از خونه تصمیم گرفتم سنت خانوادگیمون رو دنبال کنم و خادم محراب بشم. من توی یه خانواده کاتولیک بزرگ شده بودم و خادم شدم. اولش خیلی خوب پیش می رفت و جایی بود که می رفتم و مردم برای من تام ارزش قائل بودن. این برای منی که زندگی سختی داشتم و تو خونه مشکلات زیادی رو تحمل می کردم خیلی مهم بود که حالا مردم برای من ارزش قائل بودند، تا اینکه یه ماجرایی پیش اومد. یکی از روزا یه کشیشی دست گذاشت روشونم و به من گفت با من بیا و ما به خونه یه کشیش رفتیم و
با خودم گفتم خدای من، این فوق‌العاده است. کسی تا حالا با هم به این خوبی رفتار نکرده بوده. بعدش رفتیم و رفتیم تا به اتاقش رسیدیم و اون نشست و به من گفت جلوش زانو بزنم. به هم گفت چشامو ببندم و در حالی که چشمام بسته بود برای من دعا کرد. بعد به هم گفت چشامو باز کنم. وقتی چشمامو باز کردم دیدم خودشو برهنه کرده. بعد خودش کارایی رو با من کرد و خواست که من هم واسه اون انجام بدم. چه رزالتی برای یه پسر بچه. کاملا ذهنم به هم ریخته بود. هیچ ذهنیتی از این که چه اتفاقی داره میفته نداشتم. اون مردی بود که والدینم کاملا بهش اعتماد داشتن. مادرم بارها به هم گفته بود میخوام مثل اون بشی، میخوام کشیشی مثل اون بشی. این روند مدت‌های طولانی ادامه داشت، نمیتونم دقیقا بگم چقدر، تا اینکه یه روز ما تو اتاق بودیم و یه کشیش دیگه اومد تو و دوتاشون با هم به هم تجاوز کردن و مجبورم کردن باهاشون رابطه برقرار کنم. یه لحظه توقف کنید و به این موضوع فکر کنید که چه اتفاقی واسه یه پسر کوچولو میفته. یه پسر کوچولو هیچ تعریفی از اتفاقی که براش میفته نداره. کلمه رابطه جنسی حتی در دایره لغاتش هم نیست. بچه ای که دوست داره توپ بازی کنه و ناگهان این اتفاق براش میفته و رشد عاطفیش رو متوقف میکنه، چون وقتی که در طول زمان این ماجرا بارها و بارها اتفاق میفته هر نوع احساسی رو درش میکشه. من خاموش شدم. من توی اون اتاق بودم و اون چیزا اتفاق میافتاد و فکر من میلیون ها مایل دورتر یه جای دیگه بود و وقتی تموم میشد فکرم برمیگشت سر جاش و میرفتم خونه. به جایی رسیدم که دیگه هیچ اشکی نداشتم که بریزم. جیغ نمی کشیدم و هیچ عکس العملی نشون نمیدادم. فقط کاری رو که به هم میگفتند انجام میدادم. زمانی که از انجام اون کار تمرد کردم، کشیش به مادرم گفت تام کاری رو که توی کلیسا بهش گفته میشه انجام نمیده و این خوب نیست. پس اون وقت بود که مادرم من رو به یه گوشه ای برد و قاطعانه به هم گفت تو دقیقا کاری رو که تو کلیسا بهت میگن انجام میدی، دقیقا همون چیزی که پدر بهت میگه انجام میدی، وگرنه باید جواب بابات رو بدی. از پدرم خیلی بیشتر از اتفاقایی که میافتاد میترسیدم. من از پدرم خیلی میترسیدم. از پدرم خیلی خیلی بیشتر از اتفاقایی که برام میافتاد میترسیدم و این خیلی وحشتناک بود. و خب این برای مدت طولانی ادامه پیدا کرد. و من کاری رو کردم که هر بچه ای میکنه و دنبال یه جای امن بودم. به کلاس های پیش آهنگی ملحق شدم و اونجا اوقات خیلی خوبی داشتم. بعد از اونجا به کلاس پسرها ملحق شدم. فکر کردم این عالیه، چون پسری که ارشد بود دوست خیلی نزدیک خانواده‌مون بود و فکر کردم این واسم یه مکان امن دیگه است. همینطورم بود تا اولین اردومون. توی اولین اردو اون من رو صدا کرد توی چادرش و به هم گفت باید پاگوشا بشم و برای پاگوشایی به هم گفت برم و روی تخت زانو بزنم. اون کار کردم. بعد گفت شلوار و زیر شلواریم رو در بیارم. منم انجام دادم. بعد به هم گفت میخواد با بلندترین صدایی که میتونم فریاد بزنم و بگم که من خرابم. و من همینطور تکرار میکردم. حتی امروز میتونم صدای خودم رو بشنفم که اونو تکرار میکردم. و خب به خودم میگفتم خدایا باید همه دنیا اینجوری باشه؟ و بعد پسره متوقفم کرد و ازم خواست کنارش برم و براش عمل استمنا رو انجام بدم و یه سری کارهای ناجور دیگه تا بتونم بفهمم که یه مرد واقعی چه شکلیه. و وقتی این قضیه ادامه پیدا کرد و من بزرگ می شدم، فکر کنم اونا از من خسته شدن و متاسفانه رفتن سراغ پسرهای دیگه. سعی کردم فوراً برنامه رو ترک کنم ولی به هم اجازه داده نشد. والدینم می گفتن کسی که کوتاه بیاد برنده نمیشه و من باید می موندم و تا زمانی که اجازه ترک اونجا رو به هم بدن زجر بکشم.
تام سکیل مدیر اجرایی صدای امروزه و داستان سوء استفاده جنسیش رو در کتابش به نام وقایع هولناک تعریف میکنه. کتاب او یک مرجع قدرتمنده که گروه صدای امروز برای کمک به پیشگیری از سوء استفاده جنسی و بهبود بازماندگان تهیه کرده. برای تهیه کتاب وقایع هولناک و از اندوه تا یاقوت اثر آنجلا ویلیامز و کتاب کمکی گذرگاه شفا و حرف سخت با قلب نرم به آدرس voicetoday.org مراجعه کنید. بیشتر می‌خواید؟ ویدئوهای رایگان و سایر منابع به صورت آنلاین شامل برنامه‌های اپل و اندروید و تمام برنامه‌های ما در وبسایت masteringlife.org و وبسایت این برنامه purepassion.us در اختیار شماست. همینطور میتونید ما رو در یوتیوب، گاتیوب، ویمئو، ایکس پی مدیا و کراس تیوی جستجو کنید. بیشتر از 130 ویدئو رایگان برای شما آماده شده. پس بیشتر بخواهید. فکر کردم همه چی تموم شده تا اینکه یه روز که از مدرسه میرفتم خونه توی ایستگاه رفتم دستشویی و خب میدونید کتابم رو پایین گذاشتم تا کارم رو انجام بدم. در همون موقع بود که مردی اومد و کنار من ایستاد و من اون مرد رو میشناختم چون اون مرد توی ایستگاه قطار کار میکرد. چیزی که یادم میاد این بود که داشتم زیپ شلوارم رو بالا میکشیدم که برم که اون مرد از پشت سرم رو نگه داشت و گرفت و اون سر من رو به پایین هل داد تا دستگاه جنسیش رو تحریک کنم. بعد اون بدنش رو به صورتم مالید و من هیچ اشکی نریختم، نمیتونستم فریاد بزنم، هیچی درونم باقی نمونده بود. من یه بچه بی‌حس بودم و برای سالها به همین شکل مونده بودم و این تا مدت‌ها ادامه داشت. خاطره بعدی که یادم میاد اینه که تو اتاق والدینم بودم و روی تخت نشسته بودم و دو نفر دیگه هم اونجا بودن و در اون لحظه یکی از اونها یه جوری از پشت دستم رو گرفت، برم گردوند و من رو روی تخت انداخت. فکر کردم این یه جور بازیه. هیچ فکری راجع بهش نداشتم و اون زن شروع کرد به در آوردن شلوارم و شروع کرد به تحریک جنسی من و بعد با من رابطه جنسی برقرار کرد و لباساشو در آورد و اومد روی من و به هم تجاوز کرد. من 12 سالم بود و این آغاز زندگی من بود و اگه راستش رو بخواید فکر میکردم که این عادیه و وقتی که دیگران رو میدیدم با خودم فکر میکردم که اونها هم چیزایی رو که من تجربه کردم تجربه میکنن. یه جورایی هم میدونستم که با بقیه تفاوت دارم. به خودم میگفتم که این دیگرانن که مشکل دارن و میدونین اونا چجوری زندگی میکنن و زمان زیادی طول کشید تا فهمیدم من بودم که مشکل داشتم. من همیشه کابوس میدیدم. از زمان اولین حادثه‌ای که برام رخ داد کابوس میدیدم و این کابوس ها تا سن 50 سالگی ادامه داشت و یه روز با همسرم و دخترم نشسته بودیم و به یه برنامه تلویزیونی نگاه میکردیم. هنوزم که یادم میاد موی تنم سیخ میشه. مصاحبه ای بود با مردی به نام فرانک فیتز پاتریک که من زندگیمو با اون مرد مدیونم چون اولین کسی بود که شنیدم از سوء استفاده جنسی توسط یک کشیش با صراحت صحبت کرد. میدونید در واقع اون توسط پدر جیمز پورتر در بوستون مورد آزار قرار گرفته بود. داستان پدر جیمز در همه جا پیچیده بود. اون از بچه‌های زیادی سوء استفاده کرده بود. من به اون مصاحبه گوش دادم که راجع به گذشتش میگفت. به همسرم نگاه کردم و گفتم حالا دیگه همه چیز رو میفهمم. حالا میتونم دلیل کابوس ها رو بفهمم. بله من همه چیز رو فهمیدم. درست مثل اینکه یه نفر کلید رو بزنه. و ناگهان پرده ها کنار رفت و من دیدم زندگیم چطور شروع شد و چه شکلی بود. من نمیدونم این چطور برای بچه ها پیش میاد ولی من در دوره‌ای بودم که میدونستم دقیقاً چه بلایی سرم اومده و دوره‌ای بود که کرخت بودم درباره اینکه چه اتفاقاتی برام میفته. خاموش بودم. در دوره‌ای بودم که میدونستم اون اتفاقا برام افتاده اما انگار همه اونها در مغزم بلوکه شده بود و اونها تا سن 50 سالگیم خودشون رو نشون نداده بودن و میدونید میتونم بگم که تا اون موقع من 10-12 تا مشاور رو امتحان کرده بودم.
و هر کدوم یکم کمک هم کرده بودن، اما هیچ کدوم کامل بهبودم ندادن. من خدا رو در سال 83 پذیرفتم، ولی نمیتونستم عمیق بشم و بهش اعتماد کنم. نمیدونستم چرا، هیچ راهی نبود. مردم خدا رو پدر میدونستن، میدونید، به گذشته نگاه میکردم، به دو کشیشی که پدر بودن، به پدر خودم. به خودم میگفتم میدونی چیه، این رابطه نیست که بخوام. خیلی واسم سخت بود، بله این واقعا واسم خیلی سخت بود، و به خاطر همین بود که من برای 2 دهه سخت جنگیدم. خب من به مشاوره میرفتم، ولی میدیدم که در حقیقت زیاد به هم کمکی نمیکنه. فقط خیلی صحبت میکنین، ولی بهبودی در کار نیست. یه روز یه شنبه به کلیسای بپتیست جانسون فری رفتم. اون آگهی رو برداشتم و بهش نگاه کردم. درست مثل این بود که توی اون آگهی فقط چند تا کلمه نوشته شده بود: گروه حمایت از بازماندگان سوء استفاده جنسی در کودکی. گفتم خدای من، این امکان نداره. اون آگهی رو برداشتم و حدود 6 هفته یا شایدم بیشتر نگهش داشتم، تا اینکه جرأت پیدا کردم داخل اونجا برم. امروز نمیتونم بگم که اونجا چی گفتم، اما میدونم اولین باری بود که با صراحت در مورد تجربه‌ام از سوء استفاده جنسی با دیگران صحبت میکردم. و میدونید وقتی که اون شب من با اون جلسه رفتم، احساس کردم 150 پوند از وزنم کم شد. واقعا فوق‌العاده بود. مأموریت صدای امروز شکستن سکوت در چرخه سوء استفاده جنسی از کودکان سراسر جهانه، و اینو به 3 طریق انجام میدیم. ما به بازماندگان صدا میدیم. این درباره بزرگسالانه، کسایی که تجربه سوء استفاده جنسی در کودکی دارن، تا بیان و بهشون شجاعت و کمک بدیم تا سکوتشونو بشکنن و به بهبودی برسن. این کارگاه‌هایی که راه اندازی کردیم واقعا برای والدین و بزرگسالان آموزنده‌اند تا چطور رشد و ترقی بچه رو مدیریت کنند. و صدای پیشگیری در اجتماع، ما با جنبش صدا این موضوع رو به فضای عمومی میاریم که یک جنبش اجتماعی تا مردم رو درباره این موضوع به حرف بیاریم و میتونیم این موضوع رو از طریق اجتماع حل کنیم. جنبش صدا برای کمک به شکستن سکوت و چرخه سوء استفاده جنسی از کودکان و حفاظت از بیگناهی کودکان. از طریق voicetoday.org با ما مشارکت کنید. وقتی که شما در این نوع زندگی هستین، در حقیقت باید بگم ترس زیادی با شماست، و میدونید شما نگران هستید که نکنه دچار همجنسگرایی بشین، یا نکنه حتی همجنسگرا هستید، و شما نگرانید از این که اونقدر ویرانید که هیچ کس شما رو نمیخواد، و میدونید چطور بگم، همه این چیزها درون شما نفوذ میکنه و شما سعی میکنید بریزیدش دور. من بورسیه و قرارداد با آکادمی نیروی دریایی رو داشتم، واسه یه سال اونجا بودم. خودم هم نمیدونستم چه اتفاقی داره واسم میفته. میدونید هیچ جوری نمیتونستم توی فضایی که 99.9% افرادش مرد بودن و روم کنترل داشتن بمونم، و تقریبا همیشه پریشان بودم. میدونید چون نمیتونستم اونجا بمونم، پس اونجا رو ترک کردم. میدونید من فکر میکنم همجنسگرایی در مورد من کاربردی نداشت، چون باید بگم که من به حد مرگ از مردها میترسیدم. حتی میدیدم که وقتی سر کارم بودم و مردم به جلسه یا اتاقی برای کاری میرفتند، حتی زمانی که دیگه 30 یا 40 سالم بود و در اون موقع تمام موهای گردنم سیخ میشدن، به هم هشدار میدادن و من نمیدونستم چرا. و میدونید تنها زمانی که سکوت خودم رو شکستم و وارد گروه حمایتی شدم، در اون زمان بود که شروع کردم به خوب شدن. و وقتی که من کارم رو با صدا شروع کردم، کم کم شروع کردم با مردم حرف زدن. یعنی چاره ای نداشتم، مردم به هم نگاه می کردن و منم باهاشون حرف می زدم. اون اوائل تجربه هایی داشتم و باید بگم توی اون تجربه های اولیم خیلی موفق بودم. من زخم خورده بودم، پس میتونستم اونا رو خیلی خوب درک کنم. یکی از روزایی که اونجا مشغول بودم، خانومی به سمتم اومد و ما در مورد چیزهایی که روی میز بود حرف زدیم. اون گفت تو آنجلا رو از کجا میشناسی؟ گفتم من اونا در گروه حمایت از بازماندگان سوء استفاده جنسی از کودکان دیدمش.
انگار که بهش گفته بودم ویروس ابولا دارم، با اینکه اون کسی بود که خودش توی این زمینه ها کار میکرد، ولی میخواست زود از کنار من رد بشه و از اونجا بره. من یه دوست دبیرستانی داشتم، من 68 سالمه و ما نزدیک 65 ساله که با همدیگه دوست هستیم، همدیگه رو خوب میشناسیم، خیلی با هم بودیم، با همدیگه بزرگ شدیم. من یه نسخه از کتاب آنجلا رو بهش دادم و همه یه چیزایی رو که برام پیش اومده بود توی اون نامه براش تعریف کردم. عکس العملش این بود که واسم یه نامه نوشت و گفت میخوام بدونی که نامه رو سوزوندم و کتاب رو برات پس فرستادم. چه داستان وحشتناکی. و دیدم حتی خجالت میکشید اون نامه رو تو خونه نگه داره، میترسید مبادا کسی اونو ببینه. من خیلی با خدا جنگیدم، من با این موضوع که میتونم به کسی اعتماد کنم حتی خدا جنگیدم. میدونید به چیزهایی که برام اتفاق افتاده بود نگاه میکردم و فکر میکردم مردان خدا که من باید بهشون بیدرنگ اعتماد میکردم، میدونید در واقع شریر بودن. با خودم میگفتم یعنی مردان خدا اینا هستن؟ پس من با خدا می جنگیدم و باهاش معامله می کردم که تو اینجا از من مراقبت کن، من هم فلان کار رو برات انجام می دم و هیچ وقت هم اون محافظت رو دریافت نمی کردم. و خب همه چیز هم اینجوری ادامه پیدا می کرد. می دونید فکر می کنم واقعا تو اون شرایط من به خداوند اعتماد نداشتم تا زمانی که خودم رو از گناه و شرم آزاد کردم و رها شدم. به گذشته نگاه کردم و به خودم گفتم خدا این بلا رو سر من نیاورده، من اختیار دارم و میتونم انتخاب بکنم، اونها هم اختیار دارن و میتونن انتخاب بکنن. اونا انتخاب کردن که این کارا رو با من بکنن، خدا این چیزها رو واسه شون انتخاب نکرد، منم براشون انتخاب نکردم. و خب من به شدت کلنجار میرفتم و با کاتولیسیزم حسابی درگیر بودم، حتی بر علیهشون میایستادم. ولی خب فهمیدم که رسیدن به روحیه رستگاری اصلا اون چیزی نیست که گفته میشه. بله فهمیدم که اصلا اینطور نیست. وقتی خدا رو در سال 83 پذیرفتم این کار رو خالصانه با تمام وجودم انجام دادم. مردان فوق‌العاده‌ای سعی کردن که معلمم باشن. میتونم بگم که هیچ نزدیکی احساس نکردم تا زمانی که من وارد فضای صدا شدم و برای اولین بار غیر از خانواده‌ام افرادی در زندگیم بودن که با ایمان زندگی می کردند. و می دونید می تونم بگم کسانی که نمونه عشق خدا هستند، می تونم نمونه هدایت روح رو در تصمیم گیری هاشون ببینم. این چشمان منو باز کرد و من به هیچ عنوان ارتباطی با برادرام ندارم و میتونم بگم که خدا یک گروه فوق‌العاده قوی از مردان و زنان ایماندار جایگزینشون کرده و باید بگم برای من به خصوص مردها در اولویت هستند. خیلی کارها هست که باید روی من انجام بشه و من هیچ درنگی ندارم، ولی خدا برای من معجزه کرد. این که من امروز اینجام یه معجزه است، همین که با این صراحت از این موضوع حرف میزنم یه معجزه است. میدونین این راهیه که باهاش خدا منو تغییر داد. این فوق‌العاده است که مردم یه روز میان سراغم و من میتونم از تجربه های کودکیم استفاده کنم، من میتونم از تجربه های کودکیم برای خدمت به دیگران استفاده کنم. این فوق‌العاده است. همین پریروز بود که یه خانمی توی ایمیلی که به من زد گفته بود که من اینجا نشستم و خوندن کتابت رو تموم کردم. اون گفته بود که حسابی گریه کردم و گفته بود که تو به من الهام میدی که نه فقط نجات بلکه شفا و پیروزیه به همه چیزایی که بر من گذشته. این چقدر فوق‌العاده است. میدونین دوباره موام سیخ شد. این معنای زندگی منه. من تجربه های حرفه‌ای باور نکردنی داشتم. من رئیس شرکتی بودم که بازار داروهای درمانی سرطان سینه و سرطانهای ویروسی رو داشت و اگه شرکت کوچیک ما انجامش نمیداد هیچ کس نمیتونست این کار رو بکنه. من فکر میکردم که شغلم یه قدرت مستحکمه، تا وقتی که این کار رو شروع کردم. چطوری بگم، هیچ حسی مثل این نمیمونه که میدونید
میدونی میتونی اینطوری تشویقم کنی که به هم بگی که خدا بهت یادآوری کرد که چطور این کارو بکنی و میدونه که انجامش میدی. خدا با توست. این حس باور نکردنیه. این داستان منحصر به تام نیست، بلکه میلیون ها نفر هستند که در زندگیشون به عیسی مسیح نیاز دارند برای شفا، امید و آینده شون. از شریک کردن مسیح در زندگی کسانی که آزار جنسی دیدن نترسید، چه زن و چه مرد. بله، اونا ممکن از خدا عصبانی باشن و اولش مقاومت کنن، اما وقتی که عشقشون رو تجربه کردن، اون خشم به مسببان واقعی اون وقایع برمیگرده و رابطه‌شون با خداوند رو به بهبود میذاره. تام اینو به خوبی توضیح میده. پس به برنامه برگردیم تا ببینیم اون درباره کار با خدا چی میگه. من تام اسکیل هستم و 68 سالمه. بازمانده ی سوء استفاده جنسی کودکانم. اگر شما هم کسی هستین که تجربه هایی مثل تجربه من داشتین، من اون قاری رو که شما درش هستین رو میشناسم. من چالش های شما رو میشناسم با صمیمیت، دوستی و همینطور با زندگی عادی روزانتون. احساس گناه و شرمی رو که دارید میشناسم. میدونم چطور رفتارهای تخریب کننده روزانه وارد زندگی شما میشه. من اینجام تا بهتون بگم که نباید اینطوری بشه. اینجام که بگم خدا در زندگیم معجزه کرد و اولین قدم شجاعت شکستن سکوتم در بین کسانی بود که بهشون اعتماد داشتم و تشویقتون میکنم که همین کارو بکنین، چون اولین قدم برای شفا شکستن سکوته. تشویقتون میکنم که به سایت ما یه سری بزنید، به voicetoday.org. منابع زیادی اونجا هست. با ما تماس بگیرید و ما منابع رو براتون پیدا میکنیم. از هر راهی که بتونیم کمکتون میکنیم. این قدم سختیه، چون یه جورایی آزار جنسی که شما و من تجربه کردیم شما رو سست کرده. اینقدر وحشتناکه که مردم نمیخوان بشنون. وقتی سکوت رو میشکنین، اون وقت میتونین دوستای واقعیتون رو بشناسین. من ازتون میخوام که جلو بیاین و این قدم رو بردارین، با ما تماس بگیرین و ما کمکتون میکنیم. هر جوری که بتونیم کمکتون میکنیم. پس با ما تماس بگیرید، برای اینکه این باعث میشه زندگیتون تغییر بکنه. میدونین نمیتونم توضیح بدم که چقدر زندگی امروزم با 3-4 سال پیش فرق کرده. لذتی که دارم، دوستی هایی که دارم، احساس عشق و مهربانی که تجربه می کنم که قبلا در 50 سال اول زندگیم و قبل از اینکه سکوتم رو بشکنم هرگز نداشتم و لمس نکرده بودم. اینا قدم های مهمیه. مهم نیست چند سالتونه، اهل کجایین یا توی کدوم مرحله زندگی هستین. مهم نیست مدیرین یا راننده اتوبوس هستین. این در دسترس همه است و در راستای فیض نجات عیسی مسیح و تمایل شما به پیش اومدن و در آغوش گرفتنش.